خب بیننده های عزیز، شما شنیدین صدای ای دوشیزی جوان و عزیزه که با چی قدرت و با چی شهامت در اتر یک کشور که در هر لحظه احتمال خطر است و ای دختر جوان با چی زیبایی برای خواهران خود صدای خود را، خواست خود را، پیام خود را تقدیم کرد. خب فرخنده عزیز، فرخنده زهرا نادری، ما بسیار خوشحال هستم که امشب یا در این برنامه با خودت هستم و فعلا برنامه وقت نشر میشه که دیگه شب نیست. مرا بیننده عزیز ببخشید چون حال روزا دراز شده و کمال خوشی و خرسندی است که ما با خودت آشنا میشم و در این برنامه با خودت حرفای می داشته باشم. میکروفون در اختیار خودت است، بفرمایید. تشکر. در ابتدا می خواهم سلام های ما به تمام هموطن های عزیزان که به وسیله برنامه شما ما را می توانند ببینند تقدیم کنم. باید یادآور شوم که در عرصه معرفی با شما، واقعا ما همیش نام شما را شنیده بودم. زکی کوزاد نامی هست که کمیش ربط میگیره به کلام و زبانی دری. بسیار تشکر میکنم و خوش هستم که تانستم شما را از نزدیک ببینم، خصوصا در این مقطع زمان که ما همه ما افغانا نیازمندی چنین اشخاص را در زندگی ما احساس میکنیم، چرا که بر همگان هویدا است، خصوصا بر هموطنان ما که بیرون از مرزها زندگی میکنند، که همه ما افغانا تحت تاثیر زبانهای بیگانه ای رفتیم، که البته آموختن زبان کاری خراب نیست، بلکه یک علم است. اما متاسفانه او زبانها نزدیک است جایگزین زبان خود ما شود. پس برای ما جای بسیار خوشی است که اشخاص مثل شما که با زبانی در این ربطی بسیار مستحکم داره معرفی می شویم و شما را می بینیم و فکر می کنم یک موجودیت شما در زبانی دری بر همه افغانای ما، چه در داخل کشور و چه در بیرون کشور، یک افتخاری ملی است. بسیار زیاد تشکر، خواهش می کنم. بسیار محبت کردین، بسیار لطف کردین و بیاین که سر حرفای اصلی بیاییم. من میخواستم که از شما سوال بکنم که شما تحصیلاتتان کجا به پایان رساندین و در مورد خودتان یک کمی صحبت کنین، در کجا بودین، آیا از آغاز در افغانستان بودین امی سالهایی که در حالت ناگواری بود یا در بیرون از کشور بودین، و اگر در بیرون از کشور بودین این زبان مادری را چقدر فصیح و زیبا شما صحبت میکنین. در این زمینه کمکت آیست آیسته شروع میکنین تا بیاییم سر اصل موضوع. بسیار خوب. البته در افغانستان مکتب ما آغاز کرده بودم که در امو هنگام هم جنگ ها البته ادامه داشت. متاسفانه در جنگ های اخیر که طالبان داخل شدن، مانند هم افغان های دیگر ما هم از کشور بیرون شدیم و مکتب خلاص کردم در انگلستان، داخل کالج شدم و وقت که دوباره همه در افغانستان باز آمدن و پیام دموکراسی بر همه افغان ها داده شدن و در اون هنگام دوباره ما از لندن برگشتم در تاشکند، چرا که بسیار نزدیک بود در کشور، و تحصیلات ما در رشته حقوق یعنی Bachelor of Arts in Legal Studies که لسانس حقوق میشه از پوهنتون و یا دانشگاه Westminster International University in Tashkent چون که واژهش واژه انگلیسیست ما با موچی میگم با پایان رساندم. البته همیش در فکر داشتم، همیش چون که پدرم هم میگفت در طفلی که وقت ما بیرون مره در لندن برای تحصیلات جوان کرده بودن که بعدا طالبا وقتی که آمدن باری دوم ما نتونستیم که دیگر امید زندگی در افغانستان داشته باشیم، برای ما همیشه گفته میشد که ما باید بیایم خدمت کنم در افغانستان و یک
و این موضوع یک بخش زندگیم بود. ما همیش فکر میکردم که باید دوباره در افغانستان برگردم و خدمت کنم. اما وقتی که تحصیلات ما خلاص کردم، ما در افغانستان صرف برای یک سال آمده بودم، به خاطر از اینکه میخواستم تجربه کاری حاصل کنم در خود محیط ما و محیط ما بیشتر تجربه کنم بفهمم، تا ای که بعدا ادامه بتونم به ماستریم. اما وقتی که آدم در خانه برمیگرده، بیرون شدنش مشکل است. لحاظا وقتی که ما در افغانستان آمدم، به کارهای مختلفی مشغول شدم که بیشتر اونها را یا همیشه ما گفتم میتونم کارهای فخری تشکیل میتونم تا به حاله را مصرف بودم در اون کارا. و بالاخره یک سال به دو سال برای سال سیوم است که پیش میبریم، سال سیوم تبدیل میشه. فعلا در افغانستان هستم. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر. و همچنان میخواستم در این مورد صحبت بکنیم که شما بسیار فرهنگتان را دوست دارین و بیشتر تا جایی که ما دیدیم در تأسیس کتابخانه، در کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی قبادیانی بسیار تلاش کردین و بسیار برنامه ریزی ها کردین، برنامه ها گرفتین. میشه گفته که کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی چی وقت ایجاد کردید؟ در زمانی که کانون فرهنگی ایجاد کردید، ما تا به حافظه ندارم، بسیار خرد بودم، که البته در سال 1367 خورشیدی می باشه. بله، ما بسیار شوق دارم در حرسی فرهنگ و هنر. فکر می کنم در این بخش دلیل های مختلفی وجود داره و یکی از دلایل عمدیشی است که پدرم بسیار به فرهنگ شوق دارن و به دلایل شخصی که دارم، خودم یک افغان هستم و فکر می کنم وقتی که انسان به خودشناسی میره، باید بشناسه که چیزا به او اطلاق میگیره، رفت میگیره و چیزایی که برش رفت میگیره باید اونا را بیاموزن که چی ها هست. پس به صفت یک دختر افغان، ما بر خود فرض میدانم که بدانم فرهنگ ما چی است، از چی بحث میکنن. متاسفانه حتی به این موضوع ما بسیار نمیپیچم. موضوع فرهنگ ما هم یا کلچر را که بر افغانان نسبت میتن، بدبختانه بعض غبارها را بر روی زورده به ما به نام کلچر یا فرهنگ دادن. که البته اونا نمیباشن، اما فرهنگ خود ما که فرهنگ بسیار غنی و متمدن است، که ما حتی بحثی را داریم که 5000 ساله عمر دارد، یک فرهنگ اتمن غنی می باشد که ما واقعا برش بسیار شوق دارم. در کیها عضویت کانون فرهنگی را دارن؟ یا مؤسسین اساسی زیکخو گفتین که پدرتان است، ولی بازم امرای پدرتان کیها بودن که این کانون فرهنگی تأسیس شد؟ البته کانون فرهنگی در هنگامی که تأسیس شد، دانشمندای بسیار بزرگ و فرهیخته کشور در اینجا سهم داشتن و همکاری اونا پدرم میره تأسیس کردن، که این دانشمندای بزرگ ما باید نامه هایشان بگویم، یادآور شوم که از جمله اکادمیسیون پوهانت دکتر عبدالرحمت جاوید هستند، اکادمیسیون پوهانت میرحسن شاه بودند، کاندید اکادمیسیون دکتر اکرم عثمان، عبدالحسین توفیق، رضا مایل هیروی، رهنورد زریاب، لطیف ناظمی، واصف باختری، محمد یوسف کوهزاد، عبدالله نایبی، محمد مهدی نصرت هیروی می باشد. بسیار خوب. شما یک کتابخانه بسیار مجهز هم دارین و در گذشته هم داشتین، اما از عمر کتابخانه که از امون سالهای قبل که داشتین تا حال چقدر سال مگذره؟ بله، در اون زمان ما کتابخانه در سال 1370 داشتیم که در ابتدا در کابل بودن و بعد از این که جنگ ها شدید شد، این را انتقال دادیم به طرف بغلان و تا سال 1377 این کتابخانه در خدمت دانشمندان و دانشجویان ما قرار داشت، که البته 50,000 جلد کتاب در او بود
عناوین مختلف داشتن که از 14,000 تا 17,000 عناوین بود در بوجه. البته در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ساینس و غیره بودن. اما متاسفانه در سال 1377 همه ی کتاب ها در زمان که طالب ها داخل سمت شمال شدن و یغما رفتن. حتی ما نسخه های بسیار قدیمی و که توسط دست نوشته شده بودن، البته مثنوی بود، قرآن کریم بود و شاهنامه فردوسی که متاسفانه اونا همیشان به یغما رفتن. چطور چور شد یا ای که چی گونه به یغما رفت؟ بعضی اونا سوختانده شدن قراره که میان گفته شده و بعد بخاطر از اینکه برای ما اون نسخه ها همراه اون کتابخانه دیگه به جا نماند، نه تنها برای ما، برای خود افغانای ما نماندن که یعنی منظور از خود کانون فرهنگی نیست. بله بله بله. و بعضی از اون کتاب ها اگر در بعضی پوهنتون ها و بعض جاهای دیگه رفته شده باشه، در وقتی که بسیاریش به تاراج رفتن بعضی هم برای خود گرفته باشن، او یک چیز جداگانه هستن. اما میگن که سوختانده شد و در عین زمان دزدیده شده، از بین رفتن. متاسفانه. متاسفانه، افسوس بر اون ملت که علم و دانش در اونجا از بین برده شده و کتاب سوختانده شود یا کتاب بر رودخانه غرق شود. خب به امال ما بسیار خوشحال هستم بازم که گرچه دردناک از یادآوری او صحنه ها، اما خوشحال هستم به این که باز هم یک کتابخانه مجهز شما ترتیب دادین بازم می کابل و این به نام کتابخانه عامه است. بله؟ هر کس میتونه که از استفاده کنه. میتونین بگوین که چند جلد کتاب و چند عنوان کتاب در این کتابخانه شما هم تو تخمینی امیال گنجانیده شده؟ البته کتابخانه را به قسمی که خودتان میبینین کارایش تکمیل نشده و این به قسم خودتان فرمودین یک کتابخانه عامه است. لحاظا ما در صدات هستیم که هر قدر غنی که کتابخانه را ما بتانیم با ما اندازه باید سر از این کار کنیم. فعلا در حدود 18 تا 20,000 جلد کتاب داریم که عناوین مختلف می باشند در رشته های مختلفی، ساینسی، ادبی، تاریخی. حتی یک بخش ما برای افغانستان شناسی داریم و رشته های مختلفی وجود دارد که البته کفایت نمی کنه. ما می خواهیم که بیشتر کتاب بیاریم و این صرف ابتدایش است.